سلام دوستان، آغاز میکنم دفترچه 29 بوگن 29 رو. تمام سوالا میدونید که پرسش ها توی سایت هستن، میتونید ثبت نام کنید توی سایت و فیوغشان اینجا همه پرسش ها رو میبینید. صفحه اول سایت هم که برید، بیاید اینجا، این کلاس B زدم، اینجا فیوغشان کلاس B اینجا میزنید و همه دفترچه ها 60 دفترچه هست. من الان دارم ویدیوی در واقع 29 رو ضبط میکنم، هم میتونید خودتون رو تست کنید هم میتونید تمرینی کنید. الان من میرم بخش تمرینی که مستقیم جواب هر سوال و پرسش و پاسخ هر پرسش رو میده. خب این که آسونه، اینا که در این مواقع بچه باید برمز بغایت بلایب، اینا آماده ترمز باشید. زفورت شتارک برمزن، ها میبینید سریع محکم ترمز کنید و برمز بغایت بلایم. برمز بغایت این یه سیگنال هست در این مواردی. بچه ها میان مثلا ممکن تو خیابون بیان و شما باید حواستون باشه. و میت گلایش اگه شفین دیگه، یعنی همون سرعتی که دارید، همون سرعتی که دارید وای تفاقه. ما غلطه. میت گلایش اگه شفین دیگه، یعنی هیچ کاری در واقع نکنم دیگه. خب اینا رو قبلا هم داشتیم. میبینید که دفترچه ها تکراری میشن. من بارها گفتم هر چی میرین بالاتر یه سری چیزا بیشتر براتون جا میفته. خب اینجا هم حواستون باید به چی باشه بچه‌ها. ببینید اینجا آوار پیاده است و درا ممکنه باز بشن. اینم قشنگ قبلا گفتم زیشت بهیندقون. بهیندقون یعنی مانع، مانعی واسه زیشت، واسه دید ایجاد بشه. همین زیشت بهیندقون رو اینجا ببینید میتونید بگید درسته. دوش پارکند فارتسوگه، توسط ماشینایی که پارک کردن ممکنه دید محدود بشه در واقع. کوهرند فوسگنگا، کوهرن یعنی اوبا کوهرن، یعنی از اینجا میخوام بیان این ور، از این ور میخوام برن اون ور، اینم درسته. و دوش اون اختصام افنن فون پارتسوی تیون، درای اینا ممکنه اون اختصام بدون توجه باز بشن. اینم که قبلا داشتیم هر سه گزینه درسته. اینجا هم قبلا من اینو گفتم، توضیح هم دادم، شکلش هم کشیدم، بنابراین اینو من الان دیگه میدونم که ممکنه این الکاوی اینجا وایسه، چون یه نفر ممکنه از اینجا بخواد رد چه وایسه و یکی این که رد شد از اون ور خیابون ممکنه یکی بیاد. ناختم آب بیگن، قبلا اینو خیلی کامل توضیح دادم. و اینکه در فوسگنگا ممکنه حالا یا این ممکنه بذاره این الکاوی از اینجا رد شه ولی به من اجازه نده بخواد اینجا سری بیاد اینجا رد شه، یا این بخواد از اینجا بره سری اونور، حالا هر کدومش باشه میتونه درست باشه. و در فوسگنگا کنت دن الکاوی فور وایل، احتمالش اینه که اینو بذاره بره ولی منو نذارم برم، که اینم یه گزینه منطقیه. اینو قبلا هم داشتیم بچه‌ها، که مهم اینه که بدونید بچه‌ها. ببینید همه ماشینا تو یه جهت پارک کردن، معنیش چیه؟ معنیش اینه که این جاده یه طرف است، این خیابون یه طرف است. و اینجا گفته اون گلش مسیک بلوشت اشتراس، یعنی این اون گلش مسیک، یعنی نامنظم اینجا نور داده شده این اشتراس بهش، این خیابون باید چیکار کنه؟ حواسم چی میتونه ممکنه خطرناک بشه اینجا؟ که فوسگنگا، که بله فوسگنگا ممکنه بیان از اینجا تو، این که چیز منطقی به نظر میرسه، قبلا گفتم توضیحش هم دادم. شور تو اکنن زید، ممکنه فارتسوگایی که یعنی وسایل نقلیه‌ای که خوب دید ندارن، شلش بلایشت، یعنی دید چراغاشون خوب نیست مثلا، یا خوب روشنایی بهشون داده نشده، توی اون محوطه‌های تاریک خوب دیده نشن، اینم درسته. شور تو اکنن زید یعنی سخت تشخیص داده بشن، اینم درسته. وایل انتگین کامند کرافت فارتسوگه، احتمال داره که از اون ور میان، انکه این کومن یعنی از طرف مقابل، وسایل نقلیه که از طرف مقابل میاد شپت سوکنز دیر دیده بشن، که این غلطه بچه‌ها. این مهمه که بدونید سه غلطه. چرا؟ چون از اون ور که کسی نمیاد دیگه، انکه این کومن، چرا؟ چون خیابون یه طرف از دو طرفش پارک شده. تروتس فورهندن، تروتس فورهندن گیوکس، با اینکه یک گیوگ، یه مسیر واسه پیاده وجود داره، auf der rechten Straßenseite، حالا یه طرف خیابون هست، یه نفر با قلشتول یعنی با اون صندلی ویلچر میاد توی خیابون، با اینکه حالا اون جاش اونجا باید باشه، حالا اومده تو خیابون، چه رفتاری میکنید؟ ich mache die Person durch hupen، گفتیم بوق زدن بچه ها غلطه، یعنی بوق میزنن برو اونور مثلا اینجوری غلط. ich fahre so lange hinterher bis ich überholen kann، یعنی حالا اون اومده توی لاین من، جا داره اونجا تو خیابون، اومده توی خیابون توی لاین من، حالا من دیگه تا جایی که میتونم پشت سرش میرم، یعنی یواش میکنم، در واقع پشت دوچرخم، به همین ترتیب ما یواش میکنیم اینجا، همین کارو میکنیم که بیس ایک و هولن کن، تا مادامی که
با مادامی که نتونم سبقت بگیرم پشت سرش یواش میرم. ایش فاق از اولانگ هینترهر تا زمان تا مادامی که پشت سرش میرم تا جایی که 20 تا جایی که بتونم سبقت بگیرم. اینم درسته. ایش او به هول میت گروسن زایت نابشتاند. یعنی با فاصله جانبی زیاد میتونم سبقت بگیرم. وایل ایش میت آوسوایش بیویگونگن رشنن موس. آوسوایش بیویگونگ ممکنه اون شخصی که تو ویلچره مثلا اینور اونور انحرافی داشته باشه. بیاد اینور بیاد اونور. به خاطر همین اگر سبقت هم بگیرم ایش او به هول میت گروسن زایت نابشتاند. با سرعت با فاصله جانبی بالا زیاد. حداقل 1.5 سبقت میگیرم. plötzlich auftretendem Nebel rechnen. plötzlich یعنی یه دفعه، ناگهانی، Nebel یعنی مه. کجا امکان داره یه دفعه مه ظهور کنه بیاد؟ auf Flussläufen. ببین حالا من اینا رو هیچیشم ندونم. فلوس یعنی رودخونه. بله این ممکن درست باشه. مرگ بیتن یعنی جای مردابی احتمالاً. اون آن زین، اون دریاچه ها. به همش میتونه درست باشه. با اینکه حالا معنی دقیق اینا رو شاید اصلا ندونم. مرگ که بدونی ممکنه مثلا حالت مرداب تو ذهنتون بیاد. زه حالت دریا بیاد و فلوس حالت رود بیاد. میبینید ستاشو زدید. وی دوش فارمزی انگ کورون. چطور از داخل از بین در واقع کوروه های پیچ های تنگ رو رد میکنید؟ چطوری رد میکنید؟ ارس ایم شایتل پونک در کوروه گشویندیشکایت فرمیندن ارس بایم اوگانگ این دی گراده ویدا بشلوینگن فور در کوروه گشویندیشکایت فرمیندن. قبل از کوروه اینجا گفته سرعت و فرمیندن کم کنید، کاهش بدید. این میتونه درست باشه. Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. یعنی وقتی وارد جای صاف شدید دوباره beschleunigen کنید، دوباره شتاب بدید. تازه بعد از اینکه وارد یعنی کوروه رو رد کردین، رفتی توی جاده صاف در واقع، اون موقع دوباره beschleunigen کنید. Erst beim Übergang. Übergang یعنی از یه جایی یه پروسه میرید یه پروسه دیگه. مثلا پروسه پیچه پیچو در نظر بگیرید، اول میرید وارد پیچ میشید، بعد تو پیچید، بعد از پیچ خارج میشید. اوبرگانگ در اینجا یعنی از توی پیچید، از پیچ میخواید خارج بشید. ارس بایم اوبرگانگ این دی گراده، یعنی از حالت دو به حالت سه دوباره بشلوینیگن کنید. الان شکلش براتون میکشم. ارس ایم شایتل پونک در کوروه گشویندیشکایت فرمیندن. یعنی توی شایتل پونک یعنی توی پیچ در واقع، تازه وقتی که رسید به پیچ گشویندیشکایت رو کم کنید، نه اینکه فوردر کوروه، نه اینکه قبل از پیچ. کدومش درسته بچه‌ها؟ آ یا سه؟ سه. نمیان که تو پیچ کم کنیم، قبلش کم میکنیم. ببین مثلا اینو یه دونه کوروه باشه اینجوری. شایتل پونگ هم یه سهمی رو در نظر بگین پقابل اینجوریه. شایتل پونگ این بالاشه، اینجاش. اینجا هم شایتل پونگ، شایتل پونگ کوروه در واقع اینجاست. اینجاست. این در واقع این ماکسیموم یا مینیموم یه جایی. ببینید اینجا اینجاست. خب حالا من فورد کوم یعنی اینجا هنوز، اینجا حالا صافه هنوز، اینجا سرعتمو کم میکنم، نمیرم برسم. گزینه دو میگفت، گزینه یک میگفت اینجا که رسید تازه اس کم میکنم. نه همینجا فورد کور رو کم میکنم. بعد گفته این ون وقتی که این پیچ رو اوبگان کردید، از این حالت گذشتی، از شایتل پونگ رد شدید، اومدید توی گراد لینی، دوباره رسیدید توی این حالت صاف، در واقع این شاخه دیگه صاف میشه میره، اینجا دیگه میتونید سرعت رو زیاد کنید، نه اینکه مثلا اینجا. اینم اوبگانگو مثلا بگیم این حالت یک باشه، قبل از کوروه دو باشه، توی شاتل پونت باشید، یا توی کوروه یعنی سه باشه. اوبگانگ از دو به سه رو، از دو که رسید به سه، یعنی سه که رسیدید است، تازه رسیدید به سه، بعد زیاد کنید وقتی گراده شد، وقتی مستقیم شد. است بایم اوبگانگ این دی گراده، یعنی وقتی دارید میرید تو سه، دیگه تو سه هستید، ویدر بشلوینیگن دوباره شتاب بدید. bei welchen Drogen. خب حالا اینجا یه گزینه، سه تا گزینه داریم. یه چه مواد مخدری میتونن حتی یه بارم مصرف کرده باشیم، حتی یه بارم مصرف کرده باشیم، میتونه تو فار اون توشتیش کاید، یعنی توانایی رانندگی ازتون بگیره. حالا اینجوری حساب کنیم بچه، اینجا اگه من یه دونه از اینا رو نزنم، یعنی در واقع اینجا سه تا مواد مخدر رو گذاشته، هشیش و ماریجوانا و هروئین و کوکائین و نمیدونم اینا، آمفتامین و سه هم LSD رو گذاشته. خب اگه من یکی از اینا رو نزنم، باعث میشه تو ذهنم اینجوری باشه، مثلا LSD بگیم، مثلا اینجوری نباشه، بگم خب LSD، بعدم میگم LSD خوبه، بعد برم استفاده کنم. یعنی اینجا هیچ مزیتی واسه هیچ ماده مخدری نمیخواد بذاره، میخواد بگه همه اینا در واقع به چی منجر میشن؟ به فار اون توشتیشگاه، که توانایی رانندگی شما از بین بره، حد فقو بگن یعنی موقتی.
خب منابع هر سه رو میزنم، منطقی اینجوریه. میبینید نمیخواد بگم حالا او وای من نمیدونم مثلا آمفتامین چیه. نه دیگه، این همه درسته، این سوالا خیلی راحتن در واقع. اینم بچه ها خیلی مهمه، دقت کنید بچه ها، این دست پلیس اینور اینور بازه. یعنی چی؟ یعنی سینه‌اش جلوی منه، درسته؟ سینه‌اش جلوی منه یا پشتش اگه جلوی من بود همین بود. یعنی من که میخوام بپیچم اینجا باید وایسم، کسی هم که از اون ورم میاد باید وایسه. ولی این دوتا بهشون میگه ببینید دیگه، میگه شما برید از اینجا، ببینید دستش بازه، میگه این دوتا برن، هم اینا میتونن برن، ولی من و اونوریا باید وایسیم. اگه برعکس میشد من میتونستم بپیچم اینجا، یعنی به من در واقع اجازه عبور میده. بعضی مواقع دستشو اینجوری میبره بالا، دستشو میبره بالا، در واقع حالت حکم چراغ زرد داره، میگه کسایی که توی اینن، توی این میدون هستن، این وسط هستن، سریع اینجا رو خالی کنن دیگه برن، چون میخواد مثلا علامت عوض کنه همچین چیزی. حالا من این سه تا چیزو، حالتی رو که ممکنه وجود داشته باشه براتون میذارم، حالت اول، حالت دوم، حالت سوم. یکیش که دست بالا باشه یعنی سریع اینجا رو تخلیه کنید، بغست یا سینه و پشت طرف من باشه باید وایسم، دست طرف من حالت موازی باشه، یعنی در واقع موازی با من باشه، یعنی میتونم برم. اینجا من باید چیکار کنم؟ باید وایسم. For the Kreuzung warten. Ein Radfahrer verhält sich falsch. یه دونه دوچرخه سوار حالا اشتباه رفتار میکنه. چطوری؟ این دم به نحوی که ار، حالا میخواد توضیح بده چطوری اشتباه رفتار کرده، به خاطر همین این دم آورد. ار اون ابسویشتایگن دی فاربان اوف اینم سپرایشتایفن اوکویرن وید. یعنی باید وقتی میخواد از سپرایشتایفن خط خطوط خط کشی شده یا عابر پیاده رد شه، باید بیاد پایین بگیره دستش بره. حالا اشتباه کرده نرفت، همون سواره داره میره، واسیس قشتی چیکار باید کنم؟ ناخ گیبن یعنی کوتاه بیاید. ناخ گیبن گزینه خوبیه، وای اتفاقا گفتیم همیشه غلطه. ناخ گیبن و بذاریم رد شه در واقع. خب ادامه میدم در ویدیو بعد.